سلام، به کلاس درس ما خوش اومدید. این جلسه دومین جلسه آشنایی ما با تابع یک به یک. توی جلسه قبل دیدیم تابع یک به یک تابعیه که هر خروجی اون به ازای تنها یک ورودی ایجاد شده باشن، و همچنین دیدیم که چجوری میشه از نمودار یک تابع تشخیص بدیم که آیا یک تابع یک به یک هست یا نه. اما به صورت کلی تا جایی که سواد من اجازه میده دو تا راه عمده برای شناسایی تابع یک به یک وجود داره. راه اول از روی نمودار تابع است که ما تو جلسه قبل در موردش توضیح دادیم، و راه دوم از روی ضابطه تابع است. ضابطه تابع منظورم همون معادله تابع است. راه دوم میخوایم این جلسه باهاش بیشتر آشنا بشیم. اما بذارید دوباره مثل همیشه با مثال شروع کنیم. تابع fx مساوی x2 رو در نظر بگیرید. دامنش هم همونطور که میدونی x های عضو مجموعه اعداد حقیقی هم. خب اولین کاری که میکنیم میایم بررسی میکنیم ببینیم که چجوری میتونیم از روی نمودار تابع تشخیص بدیم که یک به یک. به خاطر اینکه من توی مهارت های نقاشی خودم خیلی اعتماد نداشتم و میخواستم وقت صرف جوی بشه، نمودار رو به صورت حاضر اینجا براتون آوردم. حالا خطی موازی محور x ها من رسم میکنم. این خط نمایانگر ایگرگ یکه، یعنی تمام ایکس هایی که میزان ایگرگشون مساوی ایگرگ یکه. من اینو اینجا میکشم. همونطور که تو تصویر میبینید این خط ایگرگ یک نمودار تابع رو توی دو نقطه که من اسمشو ایکس یک و ایکس دو میذارم قطع کرده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه به ازای خروجی ایگرگ یک تابع دو تا ورودی x1 و x2 وجود داره. یعنی ما اگر x1 و x2 رو هر دو رو به تابع fx بدیم خروجی y1 میگیریم، و این یعنی که این تابع یک به یک نیست. اما ما همیشه نمودار تابع ها در دسترسمون نیست و بعضا هم سخت نمودار یک تابع رو بکشیم، و در ازاش ممکنه که نمودار تابع را نداشته باشیم ولی ضابطه‌اش رو داشته باشیم. میخوایم ببینیم آیا راهی وجود داره که ما بتونیم تشخیص بدیم یه تابع یک به یک هست اگه ضابطه‌اش رو داشته باشیم. یه راهی وجود داره که کتاب درسی شما هم خیلی واضح اون رو بیان کرده، منم اینجا دوباره تکرارش میکنم. کتاب درسی گفته به ازای x1 و x2 هر دو عضو دامنه تابع f اگر fx1 مساوی باشه با fx2 آنگاه x1 مساوی x2. این رابطه رو، یعنی این قانون رو یه جور دیگه هم بیان میکنن. میگن به ازای x1 و x2 که عضو دامنه یک فن، اگر x1 مخالف x2 باشه آنگاه fx1 مخالف fx2. این دوتا با همدیگه یکی هم. برای اینکه ثابت کنیم هم یکی هم، توی منطق داریم که p آنگاه q دقیقا مثل اینه که بگیم نقیض q آنگاه نقیض p. خب پس شما هم میتونید از رابطه یک هم رابطه دو استفاده کنید و با استفاده از ضابطه تابع نشون بدید که آیا اون تابع یک به یکه یا نه. ولی معمولا تا جایی که تجربه تحصیلی من نشون میده این رابطه راحت تره. یعنی ما fx1 مساوی fx2 قرار بدیم و بعد ثابت کنیم x1 مساوی x2. خب با یه مثال از کتاب درسی شروع میکنیم ببینیم چجوری میتونیم از روی یک ضابطه نشون بدیم که آیا تابع یک به یک هست یا نه. تابع fx مساویه با 2x1 به اضافه 1 به روی x1 منهای 1 رو در نظر بگیریم. البته من اصلا لزومی نداشت x1 رو در نظر بگم. من در واقع خط میزنم x1 رو، میگم 2x به اضافه 1 به روی x منهای 1. حالا میخواییم نشون بدیم که آیا این تابع 1 به 1 هست یا نه. بذارید برای اینکه کارمون تمیزتر باشه من رنگ قلم رو عوض کنم تا نشون بدیم داریم تمرین حل کنیم.
خب من میگم اگه این تابع بخواد یک به یک باشه، اگر fx1 مساوی fx2 باشه، باید نشون بدیم که x1 هم مساوی x2. حالا fx1 مساوی fx2 یعنی چی؟ یعنی اینکه 2x1 به اضافه 1 به روی x1 منهای 1 مساوی با 2x2 به اضافه 1 به روی x2 منهای 1. بچه ها یه طرف این وسط این میکنیم، من نشون میدم فلش های طرف این وسط اینم که کارمون راحت تر بشه. خب حاصل طرف این وسط این چی میشه؟ من اگه این طرف این وسط این رو انجام بدم میشه 2x1 x2 منهای 2x1 به اضافه x2 منهای 1. حالا این یکی طرف این وسط این رو انجام میدم میشود 2x1 x2 به اضافه منهای 2x2 من به اضافه x1 منهای 1. خب الان میتونیم 2x1 x2 رو از طرفین بزنیم، همینطور میتونیم منفی 1 رو از طرفین بزنیم، بازم میتونیم این رابطه رو ساده تر کنیم. به این طریق که من 2x1 رو میبرم سمت راست تساوی و از طرفی 2x2 رو میارم سمت چپ، حاصل میشه 3x2 مساوی با 3x1. سهارم میتونم بزنم و در نتیجه x2 مساوی x1. ما از کجا شروع کردیم؟ نشون اول شروع کردیم، فرض کردیم که fx1 مساوی fx2 و بعد نتیجه گرفتیم که x1 مساوی x2. پس ما نشون دادیم که این تابع یک به یک. بچه ها یه مثال دیگه حل میکنیم که نشون بدیم به هم این تعریف یک به یک بودن و اینکه ما چجوری بخوایم از روی ضابطه نشون بدیم خیلی باید دقیق باشیم. خیلی که نه، تا حد خوبی باید دقیق باشیم. حالا من به تو میگم چرا. خب میریم سراغ یه تابع آشنای دیگه، تابع رادیکال. اینجا دوباره من می نویسمش fx مساوی رادیکال x. اینجا یه تمرین خوبی هم هست برای اینکه دامنه تابع رو تعیین کنیم. یادتونه که دامنه تابع رادیکال x مساوی بود با x هایی که عضو این بازه هستن. من یه x عضو جا انداختم اینجا می نویسمش. یه نکته کوچولوی هم که البته خیلی ربطی به بحث اینجامون نداره اینه که یادتونه وقتی که دو سر بازه رو میخواستیم نشون بدیم براکت و پرانتز معانی مختلفی داشتن. وقتی من از براکت اینجا استفاده کردم یعنی که خود صفر هم عضو دامنمون هست و کلن این بازه از خود صفر تا بی نهایت رو بشونه عدد حسابی. خب اول بیاید یه کار دیگه هم بکنیم. من میخوام با عنوان یک تقلب خیلی کوچیک و خیلی اخلاقی نمودار این تابع رو بکشم. انتظارات تصویریتون رو از من بیارید پایین. خب این نمودار تابع، من نمودار تابع رو کشیدم. اول با اون روشی که جلسه قبل یاد گرفتیم بیایید با هم دیگه تستش بکنیم ببینیم آیا این تابع یک به یک هست یا نه. خب من یه خط موازی محور x ها میکشم، میبینیم که این تابر رو تو هر تو تنها یک نقطه قطع کردم. من اگر هر خط دیگه ایم موازی محور x ها بکشم حد اکثر این تابر رو توی یک نقطه قطع میکنم. هیچ خطی نمیشونیم بکشیم که این تابر رو در بیشتر از یک نقطه قطع میکنم. چرا گفتم حد اکثر؟ چون من اگر خطی بکشم که ایگرگی کمتر از صفر داشته باشه این تابع رو تو هیچ نقطه قطع نمی‌کنم. خب الان میخوام از ضابطه استفاده کنم و ببینم که آیا این تابع یک به یک هست یا نه.
اجازه بدید که من نمودارش رو پاک کنم چون خیلی جا کمه اینجا. شما هر از گاهی پاک کنه منم تو تصویر میبینید. خب من پاک کردم، حالا میخوایم از روی ضابطه ثابت بکنیم. خب من فرض میکنم به ازای fx، به ازای x1 و x2 که عضو دامنه تابن، fx1 مساوی fx2. خب هم ببینم آیا از روی fx1 مساوی fx2 به این نتیجه میرسم که x1 مساوی x2. با هم دیگه امتحان میکنیم. fx1 مساوی fx2 یعنی این که رادیکال x1 مساوی رادیکال x2. خب من دو طرف این تساوی رو به توان دو میرسونم. شما هم با من دارید این کار میکنید دیگه، امیدوارم. بذارید یه ذره برگردیم به ریاضی یک. رادیکال x1، در واقع x1 به توان یک دومه، به توان دو، و همینطور این برای مساوی x2 به توان یک دوم، به توان دو. میدونید وقتی که همچون شکلی داریم توانا ضرب در هم میشه، یعنی دو ضرب در یک دوم میشه. پس x1 به توان یک دوم به توان دو میشه x1 به توان یک دوم ضرب در دو مساوی x2 به توان یک دوم ضرب در دو. لطفا خسته نشید که من دارم این مدار پایه میگم، میخوام خیلی واضح این مسئله رو حل کنم که یک دوم اینجا یک دوم ضرب در دو میشه یک. پس درنچه x1 به توان یک مساوی است با x2 به توان یک. بچه ما تو این جلسه خیلی مثالای پیچیده حل نکردیم. من امیدوارم ویدیوهایی بتونم براتون حاضر بکنم که یه سری مثالهای پیچیده تر رو حل بکنیم، یه ذره توش کلک و حقه باشه و بیشتر حلش برامون سرگرم کننده باشه. ولی فعلا هدف این ویدیو این بود که ما با تشخیص یک به یک بودن تابع از روی ضابطش آشنا بشیم. امیدوارم از این ویدیو لذت که نمیدونم لاغر براتون مفید بوده باشه. خیلی ممنون که با من همراه بودی. توی جلسه های بعدی کلاس درس شما رو میبینم.